پس از درخواست عجیب مبینا نعمت‌زاده از رئیس جمهور بعد از کسب مدال برنز رشته تکواندو و صحبت‌های طعنه‌آمیز شهربانو منصوریان و شکار ایرانی و بالا گرفتن درگیری در فضای مجازی، حالا هادی چوپان ورزشکار افسانه‌ای پرورش اندام کشورمون هم پاش به این ماجرا باز شده و حرف‌های تند و تیزی رو بیان کرده. در ادامه با من همراه باشید تا به جزئیات این موضوع بپردازیم. ماجرای پذیرش بدون کنکور مبینا نعمت‌زاده تکواندوکار 19 ساله و مدال‌آور کشورمون در رشته پزشکی دانشگاه تهران یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات اخیر در ایران بوده. مبینا که در المپیک پاریس به مدال برنز دست پیدا کرد، بعد از این موفقیت از رئیس جمهور درخواست کرد تا به دلیل مشغله‌های تمرین و اردوها که مانع آمادگی اون برای شرکت در کنکور شده بود، اون رو بدون کنکور در رشته پزشکی پذیرش کنن. این درخواست ابتدا با واکنش‌های ملایم مواجه شد و به نظر می‌رسید که تنها یک خواسته در اوج هیجان پس از کسب مدال باشه، اما با بازگشت مبینا به کشور اونو پدرش به صراحت اعلام کردن که تنها خواستهشان پذیرش در رشته پزشکیه. این درخواست با استقبال دانشگاه ها مواجه شد و دانشگاه شهید بهشتی تهران اعلام کرده که مبینا میتونه بدون کنکور در این دانشگاه ها تحصیل کنه. در این حال نکته قابل توجه این بود که هیچ کدوم از این دانشگاه ها اشاره نکردن که اون در رشته دلخواه خودش یعنی پزشکی پذیرش میشه. دانشگاه الزهرا هم تاکید کرد که مدال‌آوران المپیک و مسابقات جهانی تنها در رشته های تربیت بدنی بدون کنکور پذیرفته میشن. قبل از ادامه خواستم بگم اگر از این ویدیو خوشت اومده لایک و سابسکرایبش کن و توی کامنت ها به هم بگو دوست داری راجع به چی ویدیوی بعدی رو برات بسازم. ماجرا زمانی جنجالی تر شد که مبینا در برنامه تلویزیونی مجدداً و با جزئیات بیشتر درخواست خودشو برای تحصیل در رشته پزشکی مطرح کرد. این اقدام واکنش منفی بسیاری رو برانگیخت و کارزاری علیه پذیرش اون در رشته پزشکی را افتاد. امضا کنندگان این کارزار معتقد بودند که دانشجویان رشته پزشکی با سخت‌کوشی و تلاش فراوان به این رشته دست پیدا می‌کنند و پذیرش بدون کنکور مبینا اون هم به دلیل موفقیت ورزشی ناعادلانه است. در مقابل عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی از درخواست مبینا حمایت کردند و معتقد بودند که حضور یک قهرمان المپیک در دانشگاه می‌تونه برای هر دو طرف سودمند باشه. در نهایت بسیاری از مسئولان دانشگاه‌ها تأکید کردند که پذیرش مبینا نعمت‌زاده تنها در رشته تربیت بدنی و طبق قوانین موجود خواهد بود و درخواست اون برای تحصیل در رشته پزشکی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. اگر با درخواست مبینا موافقت می شد، این موضوع می تونست تأثیر منفی زیادی بر انگیزه دانش آموزان و داوطلبان کنکور داشته باشه، چرا که شاهد بودن فردی بدون طی کردن مسیر دشوار کنکور و صرفاً به دلیل موفقیت ورزشی به یکی از پرمتقاضی ترین رشته های دانشگاهی دست پیدا کرده. این موضوع میتونست نظام آموزشی کشور و ارزش‌های مرتبط با تلاش علمی رو زیر سوال ببره و پیامدهای منفی گسترده‌ای رو داشته باشه. این ماجرا اما با صحبت‌های شهربانو منصوریان به اوج خودش رسید. شهربانو منصوریان بعد از این درخواست مبینا ویدیویی در صفحه شخصیش منتشر کرد و با کنایه‌ای به مبینا نعمت‌زاده گفت: من هم یه گونی مدال دارم، پس اجازه بدید در رشته دندانپزشکی تحصیل کنم. این ویدیو بازتاب زیادی داشت و بعد از اون مبینا نعمت‌زاده در یک برنامه اینترنتی پاسخ صحبت‌های شهربانو منصوریان رو اینطور داد. اون گفته بعضی از ورزشکاران نه رشتهشان در حد المپیک هست و نه این مسائل به اونها مربوط میشه انتقاد کردن. این صحبت‌های مبینا نعمت‌زاده نسبت به یکی از پیشکسوت‌های بزرگتر از خودش باز هم بی‌پاسخ نماند و این بار هم شهربانو منصوریان با انتشار یک ویدیو دیگه پاسخ این ورزشکار جوان رو داد.
منصوریان گفته یک مدت وشو آزمایشی در المپیک بود و دختران ایران گل کاشتن. اولین زنی هم که در تاریخ بعد از انقلاب در المپیک آسیایی مدال گرفت از وشو بود. همه بچه های وشو چه دختران و چه پسران تا الان گل کاشتن. مطمئن باشید که اگر وشو در المپیک هم باشه مثل تکواندو کشتی مدال میگیره. این که گفتم میخوام دندان پزشکم چون یک برادر دارم. ما جاهای مختلفی میرفتیم ولی اون میموند و درس میخوند. به مسابقات میرفتیم ولی میموند و درس میخوند. عشق و حال میکردیم ولی اون باز هم میموند و درس میخوند. هنوز هم در تلاش برای رسیدن به خواستش پشت کنکوره. هر رشته ای احترام خودشو داره. تو فعلا بچه ای. شهربانو منصوریان در ادامه هم گفت 20 ساله که مسابقه میرم و این همه مدال جهانی آسیایی و بازی های آسیایی دارم. ولی هیچ وقت چنین درخواستی نداشتم. حتی وقتی پرسیدن چه درخواستی دارین نگفتم میخوام دکتر دندون پزشک بشم یا جراح مغز و اعصاب یا خلبان. نهایتا گفتیم پاداش ها رو بیشتر کنن. فکر میکنم برای ورزشکاران رشته تربیت بدنی مناسبه و برای همه هم آزاده. الان الهه خواهرم در تربیت بدنی تحصیل میکنه. اما بعد از این صحبت‌ها هادی چوپان ورزشکار افسانه‌ای رشته پرورش اندام هم به این ماجراها واکنش تلخی نشون داد و با طعنه در استوری نوشت یکی دنبال مدرک، یکی دنبال پاداش، یکی دنبال انتقاد. چرا هیچ کس سرش تولاک خودش نیست، در پی کردار خودش نیست؟ هادی چوپان بدنساز ایرانی که در سالهای اخیر به موفقیت‌های بی‌نظیری در عرصه بین‌المللی دست پیدا کرده، بارها از حمایت مسئولان ایرانی گلایه کرده. اون بعد از کسب مقام سوم در مسابقات مستر المپیاد 2021 به خبرنگاری گفت که از مسئولین هیچ انتظاری نداره و اونها رو هیچ میدونه. هادی چوپان صراحتاً گفت که تمام هزینه های سفر و ویزای خودش رو شخصاً پرداخت کرده و حمایت دولتی نداشته. این عدم حمایت در حالیه که هادی چوپان از مهمترین قهرمانان ورزشی ایران به شمار میره و عناوین مهمی مثل قهرمانی مستر المپیاد 2022 و مسابقات آرنولد پلاس 2024 رو به دست آورده. اون همچنین این افتخارات رو به مردم ایران به ویژه زنان ایرانی تقدیم کرده که در سایه فشارهای اجتماعی و سیاسی کشورشون زندگی میکنن. علت اصلی این عدم حمایت به رویکرد مستقل و انتقادی چوپان نسبت به دولت و مقامات ایرانی برمیگرده. هادی چوپان نه تنها از ورود به فعالیت‌های سیاسی و لاویگری خودداری کرده، بلکه بارها به صراحت از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران صحبت کرده. اون در پاسخ به خبرنگاری که گفته بود از مسئولین چه انتظاری داری گفته بود از مسئولین با من صحبت نکن. مسئولین برای من با این ستون هیچ فرقی ندارن. اصلا عددی نیستن. من به عشق مردم تلاش میکنم. مرسی که تا پایان این برنامه هم با من همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با من همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر باخبر بشید.